دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم جور ساعتمند سراول باشین. خوشحال هستیم که با تقدیم نمودن یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اکنون ما در مکان قرار داریم که زیباترین، جذابترین، مهمترین و تاریخی ترین مکان شهر کابل میباشد. بله، سخن ما درباره باغ زیبای بابر میباشد. دوستان عزیز، باغ زیبای بابر از جمله مکانهای بسیار تاریخی و مهم کشور ما میباشد که اکنون میخواهیم درباره آن برای شما یک گزارش بسیار جالب داشته باشیم. لطفا تا آخر ویدیو با ما باشین. اگر از ویدیو ما خوشتون آمد، لطفا ویدیو ما را لایک و سابسکرایب کنید. افغانستان بخصوص شهر زیبای کابل دارای تمدن کهن و آثار تاریخی هنری زیاد است که البته بسیاری از آنها در طی جنگ ها و ناآرامی ها اخیر از بین رفته اند. یکی از اماکن دیدنی شهر زیبای کابل، جایی که با همه ناآرامی های آن که در منطقه بوده است سالم مانده است، باغ زیبای بابر می باشد. این باغ بسیار دیدنی است و در دامنه کوه قرار گرفته است و آرامگاه بابر فرمانده های مغال هم در امین باغ قرار دارد. اینجا مکان تفریحی زیبا در عین حال تاریخی است و به سبک معماری اسلامی ساخته شده است. آشنایی با باغ بابر. باغ سرسبز بابر به دستور سلطان گرگانی ظهیرالدین محمد بابر در سال 1504 بنا گردیده است. این باغ از محدوده مکانهای تفریحی و تاریخی کشور است که در شهر کابل قرار دارد. باغ بابر در دامنه کوه شیر دروازه که به ورودی کابل معروف است قرار گرفته است. این کوه زیبا در میانه شهر قرار گرفته است و در سمت غرب این کوه رود کابل جاری است. باغ بابر بنابر زیبایی ها، شکوه و قدامت تاریخی که دارد ثبت فهرست یونسکو گردیده است. این باغ حدود 11 هکتار است و بزرگترین فضای عمومی کابل می باشد. باغ بابر از سال 1930 در معرض استفاده عام قرار گرفته است که قبلا مکان خاص بود و هر کس داخل این باغ اجازه نداشت. این باغ علاوه بر زیبایی طبیعی که دارد، مقبره پادشاه بابر، کاخ ملکه، مسجد زیبایی نیز دارد که بر زیبایی این بستان افزوده است. آشنایی با بابرشاه. ظهیرالدین محمد بابر از نوادگان تیمورشاه از سلسله تیموریان بوده است که خود سلسله گرگانیان را در هندوستان تاسیس نمود. او بین سالهای 1483 تا 1530 میزیست و او را آخرین پادشاه از دوران طلایی اسلامی میدانند. محمد بابر دو همسر به نامهای بی بی مبارکه یوسفزی و دلدار بیگم داشت و صاحب 7 فرزند به نامهای امایون، کامران میرزا، عسکری مرزا، اندل مرزا، گلبدن بانو، فخرالنسا و توانال بیشک بوده است. او در 11 سالگی پس از مرگ پدرش حکومت را به ارث برده و 38 سال حکومت کرده و در سن 49 سالگی در نورافشان اند درگذشت و پس از حدود 10 سال یعنی سال 1944 جسدش به باغ بابر منتقل گردیده است و پس از او پسر ارشدش امویون به سلطنت رسید. تا حدود 150 سال پس از مرگ بابرشاه نسلهای بعدی از او برای زیارت مقبرهش به کابل می آمدند. روح این بزرگ مرد شاد و یادش گرامی باد. نامم اسمیون است، تخلصم انیس است. اینجا مدام به خاطر که همی خوش جای بود، سابقه داره. په دې خاطر باندې رالو چې دا یو تاریخي ځای دی، ځکه چې ډیر ښه ښکلا لري او دا خو زموږ لپاره په دې خاطر ضروري دی ځکه چې زموږ پخوانی بچهانو، مشرانو او تاریخ پوهانو د دې ځایونو ډیر صفت کړی دی او زموږ لپاره هم دا زیات ارزښت لري. نو ماشاءالله ډیر ښه جوړ شوی دی. خو یو خبر ځکه چې اوس ښکلا تمن طبیعي ښکلا لري،
اما زیاتش کلا بیا په پسرلی کې لري چې موږ بهار ورته وایو، ځکه چې اوس زمستان دی. طبعاً دا درخت یو دا چمنیان او دا کم شان چې دی هغه څه نا څه په اصطلاح باندې خپل اصلیت ته لاس ورکوي، نو په پسرلی کې انشاءالله دا ډېر ښه خوند کوي او دلته ډېر شایقین نه ځي. ډېر خصوصا زیات هغه محصلین دلته راځي چې زیاتره مسافر یي، ځکه چې دا داسې یو طبیعتي ځای دی چې د دوی دا روح دلته تازه کېږي. نو دغه په دې خطر باندې موږ هم دلته راغلي یو، د ملګرو سره هم راغلي یو، او موږ هم خپله محصلین د تي پونځي. نو موږ هم غوښته چې ځکه نن جمعې ورځ وه، غوښتلم چې څه ریفرشمنټ وکړو، په اصطلاح یې تفریح وکړو. نو په دا خطر باندې دلته راغلو، نو ډېر ښه دادی، مننه، خیر اوسې. دوست عزیز، خواستیم با یکی از هموطنانم که اومده از باغ زیبای بابر دیدن میکنه، خواستیم مصاحبه داشته باشیم. اورجان، استاس نوم؟ نوم غنی خان اسحق‌زای دی. اصلا د هلمند ولایت اوسیدونکی یم، او دلته چې په تفریح راغلی څو عمر مخکې هم راغلی و، خو ډېر ښه ښکلا یې درلودله دې ځي، او ډېر سرسبزه و. اوس هم هغسې ښکلا لري خو سرسبزه نه دي، ځکه چې موږ منی ورته وایو. اوس منی دی، د درختې ټول رژېدلي دي، او باغ بابر چې دی زیاته سابقه لري، او په هلمند کې خصوصا کندهار کې علاقمندان زیات دي دلته راځي، خاص د دغه د تفریح دپاره، د باغ بابر د تفریح دپاره. نو موږ هم بس په همدغه خاطر نن د جمعې ورځ وه راغلو چې تفریح وکړو. نو ډېر د خوښۍ احساس کوم چې دلته په دې باغ بابر کې ګرځم، او دا سابقه او تاریخي ځایونه ګورم، ډېر خوښ یم. خورجان، موږ ته ویل شه چې دلته ستاسو مصروفیت څه شی دی، تاسو په کابل کې څه کوئ؟ مصرفیت پیلند دلته محصل د طبي معالجوي د بخش په دانشگاه ختم النبین کې. نو بس د جمعې جمعې په ورځ بیا تفریح کوو، وزو ګرځو، داسې تاریخي ځایو ته ځو، فارکو ته ځو. بس همدغه مو مصرفیت دی. بسیار زیات تشکر، سلامت باشیم. مننه، خیر اوسئ.
برادر محترم میشه مخدم معرفی بکنه؟ بالکل، زمانم ډاکټر محمد رحیم کلندری دی، د خپل د هلمند ولایت هم خصوصا د لی په کابل ولایت کې اوس محصلیم. درخه متول شت نن دلته سپر راغلی د سوق د پر یوازې راغلی نور ملګری هم تاسو دی؟ زه خپل د ملګرو سره یو ځای راغلی تقریبا درې څلور ملګری سره دی او د تفریح لپاره راغلی، خصوصا موږ د محصلین د جمعې په ورځ باندې په تفریح باندې وزو، بیا داسې منظری منطقو ته لکه باغ بابر یا هم داسې نور چلسوتون یا په ښار کې داسې تفریح کوو. د فضا څنګه وو تاسو ولیدل دلته خلق خو ډېر راځي، ستا په نظر کې دا څنګه یو ځای دی؟ دا ډېر ښایسته ځای دی، خصوصا تاریخ لري، د ډېره وخته څه د باغ بابر خپله دا د بابر شاه په دغه باندې جوړ شوی دی، په نام باندې دا ځای جوړ شوی دی، د وخت څخه تاریخي دی او دلته خلک راځي، ښه فضا هم لري، ښه هوا هم ده، خصوصا د کابل د نورو د کوڅو هوا خو نسبتا نورو سیمو ته یو څه سره چټله ده یا ګرد غبار یې زیات دی، نو دا ډېره ښه فضا لري او محیط یې سم دی، چاپېریال یې کې خلک دلته خپله د روح تازگی منځته راځي یا تازه کیږي، او همدارنګه دا ځای چې دی د تاریخ له نگاه څخه هم خلک دلته راځي، دا ګوري چې دا څنګه ځای دی، څنګه مقبره لري دا بابر شاه او دا منطقه څنګه جوړه ده. برادر محترم مش خمو خمرفی بکنم. زمانم ډاکټر صاحب عبدالحلیم تخلص ثابت د هلمند ولایت د ګریشک ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پیلن دلته په کابل کې محصل یم د دانشګاهي خاتم النبیین او دلته راغلی یو باغ بابر ته، چې دا باغ بابر خپل یو سیاحتي ځای دی او دا ځوانان او خصوصا ماشومان ټول هغه اشخاص چې تفریح کوي دلته راځي، په تفریح باندې ګرځي، ځکه چې دا خپل یو سابقوي ځای دی او دا چې د باغ بابر په نامه باندې موسمه دی، دلته مقبره باغ بابر وجود لري، ځکه چې دلته مقبره د باغ بابر شتون لري، ځکه چې دا د ځوانانو د نوي نسل لپاره ډیر اغیزناک او مثبت رول لري، په خاطر د دې چې دا یو ښه ښکلا لري او منظرې ځای دی، د ځوانانو او ماشومانو په ذهن کې بدلون راولي، دا غو د ذهن د ارامتیا سبب ګرځي، په خاطر د دې چې دلته شنګیاسته ښه مثلا چمنیانسته او هغه سابقه ځایونه مثلا موږ د بچهانو تاریخي ځایونه دلته شتون لري، موږ هغه وینو، موږ خپل تیر تاریخ راژوندی کیږي، نو هغه تیر تاریخ چې راژوندی کیږي موږ دا
هغه پر قدمو باندې قدمونه یوړو په خاطر په دې باندې چې د خپل تاریخي ځایونه هم ویني مثلا نور داسې سیاحتي یا تاریخي ځایونه چې هغه په دې کابل کې یا په مختلفو ولایتو کې وجود لري باید هغه ته موږ لاړ شو هغه موږ ووینو. سو زیات تشکر، سلامت اوسئ. مننه. خدای پامان. دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی ما. تا برنامه آینده، تا دیدار آینده، خداوند یار و مددگار شما. وقت بخیر، خدا حافظ ناصر شما.